شهرستان ایجرود در جنوب شهر زنجان و هم مرز با استان کردستان یکی از سرشاخه‌های رودخانه قزل اوزن است. نام این شهرستان از رودخانه ایجرود که شریان حیاتی این منطقه به شمار می آید گرفته شده است. ایجرود دارای دو بخش زرین آباد و حلب است که روستای خوئین در 60 کیلومتری جنوب غربی زنجان به سمت بیجار و در 8 کیلومتری بخش حلب واقع شده است. واقعا برای خودش یک تمدن خاصی داره. تاریخش قدمتش بیش از 2500 ساله. آسیابایی که داشتیم هفت آسیاب مثلا این هفت تا هشت تا آسیاب آبی داشتیم، آثارشون فعلا موجوده. آسیاب های آبی ببین اینجا حالا پنجاه و هفت سالمه، آخرین رسته که تو بازار بود رسته رنگ رزا بود. من اون یادم میاد که چند نفر بودن رنگ رزی میکردن و شما حدود 80 سال 90 سال قبل برگردید، مرکز ثقل تجارت بود، ثقل تجارت منطقه بود. مرحوم رزمارا سپهبد حاج علی رزمارا تو کتاب جغرافیای نظامی 18 جلده اونجا نقل میکنه که روستای خوئینو علاوه بر اینکه توصیف میکنه جغرافیای خوئینو، اونجا میگه 3000 جمعیت. این روستا زمانی 8 مسجد فعال داشته که اولین مسجد خوئین در اریی دره بنا شده و در حال حاضر نیز به خاطر قداست آن از رونق خاصی برخوردار است. میل باستانی خوئین بنای تاریخی متعلق به قرن ششم هجری و عصر سلجوقی است که از سنگ، آجر و ملات ساروج ساخته شده و به عنوان دکل دیدبانی مورد استفاده قرار می گرفته است. میل ایکی ده نمیشه، میل بیان نمیشه، میل بیان نمیشه، میل ایکی ده نمیشه، میل ایکی ده نمیشه، بلر بو خوئین ها باطرده یک. روستای تاریخی و گردشگری خوئین دارای آثار و بناهای تاریخی بسیاری است که حمام قدیمی خوئین یکی از چند حمام تاریخی و کهن متعلق به دوران قاجار در حال مرمت و بازسازی است. حمام قدیمی روستا با سنگ، آجر، ملات گل رس، آهک، مرمت و بدون تزیینات جانبی است. حمام قدیمی روستا که تاریخ بنای آن به 200 سال پیش و به دوره قاجار می‌رسد، یکی دیگر از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری است. آثار تاریخی بر جای مانده از ادوار کهن در مسیر رودخانه قزل اوزن بیانگر این است که تاریخ و تمدن بشر ریشه در آب دارد. قابلیت‌ها و توانمندی‌های آثار تاریخی موهبتی است
که فراتر از سایر پتانسیل های منطقه اشتغالزا و کارآفرین هستند. مدیریت صحیح و تأمین زیرساخت های ضروری توسعه قابل توجهی در صنعت گردشگری منطقه ایجاد خواهد.